سر خاطر خبرها. خاکسپاری قربانیان هواپیمای اوکراینی در ایران در بعضی از شهرها حکومتی برگزار شد، در بعضی دیگر همراه با شعارهای ضد حکومتی. افزایش فشارها بر ایران برای پاسخگویی درباره سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین، وزرای خارجه کشورهایی که شهروندانشان قربانی شدند در لندن دیدار کردند. اینجا در دفتر نمایندگی کانادا در لندن افزایش فشارها بر ایران برای انجام تحقیقات همه جانبه. پنج کشور حاضر میگویند همه ابعاد حادثه باید روشن شود. ما امروز بیش از روزانه، غنی‌سازی ما بیش از زمانی است که قبل از اینکه برجام امضا بکنیم. کشمکش ایران و غرب بر سر برجام. حسن روحانی میگوید ایران در صنعت هسته‌ای هیچ محدودیتی ندارد. و رأی اعتماد پارلمان روسیه به نخست وزیر جدید میخائیل میشوستین جایگزین دیمیتری مدودف شد. سلام، پنجشنبه عصرتون بخیر. مراسم تشییع بعضی از کشته شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در چند شهر ایران از جمله تهران، قم، سبزوار، مهاباد و سنندج برگزار شده. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شرکت کنندگان در مراسم تشییع در کرمانشاه و شهر سنندج در استان کردستان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. از شهر کردنشین مهاباد هم تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد تشییع کنندگان پرچم ایران را که روی تابوت قربانیان کشیده شده بود از آن جدا می کنند. مهدی بیگی گزارش می دهد. مراسم تشییع و خاکسپاری کشته شدگان حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین، تصاویری که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده. مراسمی در قم، تفت، سبزوار، همدان، ملایر و چند شهر دیگر. اینجا در تهران پنج نفر از قربانیان را در امامزاده اسماعیل و صالح دفن کردند با حضور مردم و البته مسئولان. اما مراسم دیگری هم بود که تلویزیون ایران آن را پخش نکرد، مثل این یکی در سنندج. خاکسپاری آروین مرتب و آیدا فرزانه، مراسمی که در گوشه ای از آن دوربین های لرزان و روبه پایین حکایت متفاوتی را بیان می کند. شعارهایی بر ضد رهبر ایران. کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر الدنگ و ستایش کنیم. این مردم میگویند برایشان فرقی نمی کند چه کسی ستم کرده باشد، از ستم به سطوح آمدند. نخبه هامونو کشتن، به جاش آخوند گذاشتن. در میان قربانیان سانحه هواپیمای اوکراین نخبه زیاد بود، فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران و دانشجویان ایرانی در کانادا. اما مسئولان عزیز ما به اشتباه نخبگان وطن خود را اینجا در سبزوار حتی نمیگذارند داستان این نخبه ها شنیده شود. حرف هایی که ناتمام میماند. در مهاباد پرچم جمهوری اسلامی ایران را از روی تابوت میکنند، نشانه ای از خشم مردم نسبت به عاملان و مسئولان این فاجعه و کسانی که به نظر آنها پشت این پرچم به مردم ستم می کند. اینجا گرگان، خاک سپاری سه نفر دیگر از قربانیان، مارشی که معمولا در تشییع جنازه شهدا شنیده می شود، عنوانی که مسئولان ایران به مسافران کشته شده هواپیما دادند.
من نمیخوام اینجا. بعد از اینکه امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران به ساقط کردن هواپیما توسط موشک‌های پدافند هوایی ایران اعتراف کرد، عنوانی که بعضی از خانواده‌های قربانیان از به کار بردن آن برای عزیزانشان ناراضی‌اند. نه سردار جنگی بوده، نه دشمنی در مقابلش بوده و لفظ شهید براش گذاشته میشه، برای من این قابل قبول و هضم نیستش و قطعاً احساسم فقط این است که توهین به شور من. در همدان در بلندگو این کشته شدگان را تربیت شده شهدا مینامند. عده‌ای میگویند حکومت ایران از مراسم خاک سپاری این قربانیان هم به نفع خود و مقاصدش استفاده میکند. اینجا در تهران مراسم خاک سپاری یک تازه عروس و داماد، آرش پورزرابی و پونه گرجی، خصوصی و آرام. چیزی که بعد از این همه هیاهو شاید خانواده‌های قربانیان به آن نیاز داشته باشند، تا در خلوت خود بنشینند و غمی را که بر آنها رفته مرور کنند. مهدی بیگی، بی بی سی. همکارم پویا قربانی اینجاست و شبکه‌های اجتماعی رو مرور کرده. پویا، مراسم تشییع و خاکسپاری در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته، چه نوشتن مردم؟ دیروز و امروز شاهد برگزاری مراسم تشییع در چند شهر بودیم. در گزارش داشتیم که تصاویری داریم از تهران، سبزوار، گرگان، همدان، یزد، مهاباد، قم، سنندج. اینا در تصاویری که به دست ما رسیده و تونستیم تایید کنیم، در بعضی از اونها شعارهای تندی علیه حکومت سر داده شده و از اون طرف این دوپارگی که شاید بخشش رو در گزارش مهدی دیدیم در شبکه‌های اجتماعی به وضوح دیده میشه. اینکه بخشی در حقیقت هر دو گروه خودشون رو به نوعی صاحب عزای کشته شدگان هواپیمای اوکراینی میدونن. حالا من یک گزیده هم انتخاب کردم همینطور که مخاطبا میتونن روی تصویر ببینن. اشاره میشه به اینکه خب مثلا هم خودشون رو با موشک زدید، بعد حالا الان اجسادشون رو هم مصادره کردید. این لفظ مصادره زیاد تکرار شده. از اون طرف اما مثلا نزدیکان به حکومت، اونایی که دیدگاهشون نزدیک به حکومت، اشاره میکنن به اینکه شما دارین سوء استفاده سیاسی میکنین، شمع سیاسی دارید روشن میکنید و به نوعی دارن متهم میکنن به اینکه الان وقت این کارا نیست، الان وقت اینه که خودی و غیر خودی رو کنار بذاریم. اما خب ما در شبکه‌های اجتماعی داریم که حکومت چندان نشون نداده که الان وقت اتحاد و خودی و غیر خودی رو کنار گذاشته باشه. اونو در برخورد خشن با گروهی که برای سوگواری و اعتراض به شلیک پدافند سپاه به هواپیمای اوکراینی جمع شده بودند در روبروی دانشگاه شریف و امیرکبیر در تهران در چند روز پیش دیدیم. اما خب من یه جزئیاتی بگم. مسئولان ایرانی میگن که فقط 10 جسد مونده که تحویل داده نشده، 5 تای اون برای شهروندان افغانستان هست. از اون طرف مقامات افغانستان، سفیر افغانستان اعلام کرده که 6 جسد رو اونها آمادن که به خانواده‌هاشون تحویل بدن. از اون طرف من دیشب دیدم که یک مراسم یادبودی در کلیسای جامع استکهلم برگزار شده. ما میدونیم که دست کم 4 نفر از کسانی که کشته شدن در هواپیما شهروندی سوئد رو داشتن. این تصاویری که من دیدم نشون میداد که مقامات دولت و مردم در کنار هم جمع شدن و شمع روشن کردن در کلیسای جامع استکهلم همونطور که گفتم. و میگم بیشتر در شبکه‌های اجتماعی بحث اینه که خب کشته‌های آبان رو ما داریم، کشته‌های کرمان رو داریم که در تشییع جنازه قاسم سلیمانی اتفاق افتاد. اونها انگار غفلت داره میشه ازشون که خب اونا اسماشون هستن کو، اونا شاید حساب توییتری نداشتن اطرافیانشون که اون رو در فضای شبکه‌های اجتماعی فریاد بزنن. و از اون طرف هم کشته‌های هواپیما رو داشتیم.
این تقریبا چیزیه که میشه گفت تا حالا جمع‌بندیه که در فضای شبکه‌های اجتماعی وجود داره تا حالا. ممنونم ازت پویا قربانی، همکارم شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کرد. اما اعلام برگزاری نماز جمعه این هفته تهران توسط آیت الله خامنه‌ای بااستاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخل ایران داشته، در حالی که بعضی از رسانه‌های نماز جمعه رو تاریخی خواندند، بعضی دیگه از تلاش مقام‌ها برای آوردن فشار بیشتر شمار بیشتری از مردم به آن خبر دادند. از بیننده‌های بی بی سی فارسی پرسیدیم انتظار و پیش‌بینی آنها از صحبت‌های فردای آیت الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران چه هست؟ بشنویم بعضی از اونها رو. من فکر میکنم فردا موقع سخنرانی آیت الله خامنه ای اولین کاری که میکنه به مردم هشدار میده که اگه بیان تو خیابون به اصطلاح نیروهای آتش به اختیار عمل میکنن و هر مجوز رو به اون نیروها میده که هر کاری میخوان بکنن. بعد یه کلمه جدید اختراع میکنه مثل بی‌بصیرت، مثل فتنه و مخالفاش رو اینجوری سرکوب میکنه. با توجه به سابقه 40 سالی آقای خامنه‌ای تو رهبری ایران، فردا میاد یکی به نل میکوبه یکی به میخ، یعنی یه تشر به سپاهیان میزنه یه تشر هم به مردم میزنه. یه تشر به سپاهیان میزنه که میگه باید بیشتر مواظب باشید، از جان ملت و در خدمت ملت باشید و فلان باشید و اینا. یه تشر هم به ملت میزنه میگه باید بیشتر مقاوم باشیم، باید خودمون رو مقاومتر کنیم. موازه ایشون موازه خیلی انقلابی و رادیکال خواهد بود و انتظار اینکه یک موزه نرم داشته باشن بسیار بعید به نظر میرسه. ایشون دادن ایشون که به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی نیستن و تنها دفاع رو در اینجور مواقع حمله میبینن. من به عنوان یک جوان ایرانی از رهبرم توقع دارم در نماز جمعه این هفته تهران بعد از 41 سال انقلاب اسلامی اذعان و اعتراف بکنند که این حکومت دینی و حکومت بر مبنای ایدئولوژی نتوانسته حداقل نیازهای مردم رو برآورده بکنه و نتونسته به حداقل آرمانهایی که اول انقلاب پدران ما به خاطرش انقلاب کردند و به جمهوری اسلامی رأی آری دادن به اون آرمان ها برسه، متاسفانه. و توقع دیگه من اینه که حرف های تکراری نشنویم، واژه‌ای مثل دشمن، واژه‌ای مثل بیگانه، این کلمات رو نشنویم. من فقط از آقای خامنه‌ای انتظار دارم یه مقداری خردمندانه تر از اون چیزی که تا حالا از ایشون شنیدیم و دیدیم سخنرانی بکنه، وگرنه انتظار خیلی زیادی از این سخنرانی ندارم که آقای خامنه‌ای بیاد بگه من 30 سال منابع این مملکت رو به باد دادم با سیاست‌های بی خود و با سیاست‌های نابخردانه و حالا مردم از شما عذر میخوام یا مثلا حالا از اینجور چیزا. نه، همچین انتظاری ندارم. وزیران خارجه 5 کشور کانادا، سوئد، افغانستان، بریتانیا و اوکراین برای بررسی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران امروز در نشستی در لندن شرکت کردند. تعدادی از این شهروندان این کشورها از جانباختگان این فاجعه بودند. همزمان در اوکراین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از او خواسته که برای اجرای عدالت و کشاندن عوامل سرنگونی هواپیمای مسافربری این کشور به پای میز محاکمه از کیف حمایت کند. همکارم باران عباسی برای پوشش این گردهمایی در محل این گردهمایی هست. باران، جلسه انجام شده، آغاز شده، چه میدونیم از این جلسه و چه مواردی درش مطرح شده؟ پریزاد، اینجا دفتر دیپلماتیک نمایندگی دیپلماتیک کانادا در لندن هست. وزیر خارجه کانادا فرانسوا فیلیپ شامپین میزبانی این جلسه رو به عهده داره و همونطور که خودت گفتی نمایندگانی از کشورهایی هستن اینجا که شهروندانی داشتن در هواپیمایی که به دست سپاه سرنگون شد، نمایندگانی از افغانستان، سوئد، بریتانیا، اوکراین و البته خود کانادا. بعد از این سانحه این کشورها یک گروه رو تشکیل دادن، اسمش رو گذاشتن گروه هماهنگی و پاسخگویی به خانواده‌های قربانیان این حادثه و همونطور که از اسمش پیداست هدف اصلیشون اینه که بتونن حمایت کامل خودشون رو به بازمانده‌های این حادثه نشون بدن، مخصوصا کانادا که
57 نفر از شهروندانش در این هواپیما بودند و البته کانادا گفته که از کل کسایی که در این حادثه جان خودشون رو از دست دادن 138 نفر عازم کانادا بودند. خیلی هاشون دانشجوها و اساتید دانشگاه که برای تعطیلات کریسمس رفته بودند ایران، خانواده هاشون رو ببینن و در راه برگشت جان خودشون رو از دست دادن. صحبت هایی که در این جلسه شده بیشتر حول این میگرده که این کشورها میخوان ایران هر اطلاعاتی درباره این سانحه داره در اختیارشون قرار بده، در تحقیقات با اونها همکاری کنه و شفافیت کامل داشته باشه. هنوز سوال زیادی درباره این حادثه مطرح هست. اوکراین هنوز مطمئن نیست چیزی که سپاه پاسداران برفرض گفته درست باشه. یکی از مقام‌های ارشد اوکراین گفته که ما هنوز نمیدونیم که این حادثه عمدی بوده یا نه، چون سپاه پاسداران همونطور که میدونیم گفته که این حادثه غیر عمدی بوده و یکی از ماموران سپاه پاسداران اشتباه گرفته بوده هواپیما رو با یک موشک کروز. همچنین این کشورها میخوان که ایران غرامت پرداخت کنه به بازمانده های این حادثه، بقایای کسانی که کشته شدن به خانواده هاشون برگردوده بشه و کسانی که مسئول این حادثه هستن پای میز محاکمه بیان و عدالت در حق قربانیان اجرا بشه. خیلی اوکراین تاکید داره که ما نمیخوایم فقط یک نفر که دکمه ای رو فشار داده و موشک به هواپیما برخورد کرده فقط محاکمه بشه و مقصر شناخته بشه، بلکه همه کسایی که مسئول بودن در تصمیم گیری که منجر به این سانحه شد باید پاسخگو باشن. هلند هم در این جلسه شرکت داره به خاطر اینکه هلند تجربه زیادی داره. چند سال پیش هواپیمای خصوص هوایی مالزی در آسمان اوکراین هدف موشک قرار گرفت و سقوط کرد. خیلی از سرنشینان این هواپیما شهروندان اوکراین بود، شهروندان هلند بودن و هلند همینجا اومده تا تجربیات خودش رو در اختیار این کشورها قرار بده. اولویت اینجا دیپلماسی با ایران و همکاری با ایران، فشار بر ایران برای اینکه اطلاعات بده. البته این گزینه هم مطرحه که آیا خانواده‌های قربانیان میتونن به مجامع بین‌المللی شکایت کنند یا به دادگاه‌های کانادا شرکت کنند اگر که از نتیجه تحقیقات راضی نباشن. ممنونم ازت باران عباسی همکارم که توضیح میدادن. نشست وزران خارجه پنج کشور که در لندن در حال برگزاری، کشورهایی که در واقع شهروندانشون بعضی از جان باختگان در حادثه هواپیمای اوکراین، سرنگونی هواپیمای اوکراین بودن. یادآوری میکنم که یک کنفرانس خبری هم قراره که این پنج کشور به علاوه هلند برگزار بکنند که حدود یک ساعت دیگه، حدود 45 دقیقه تا یک ساعت دیگه این کنفرانس خبری قراره برگزار بشه. ما در تلویزیون فارسی بی بی سی این کنفرانس رو پوشش میدیم، به صورت زنده صحبت‌های اونها رو پوشش خواهیم داد در این شبکه، با ما بمونید. اما بریم سراغ تحولات دیگر. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفت که میزان غنی‌سازی اورانیوم در این کشور به سطحی بالاتر از روزهای قبل از توافق هسته‌ای برجام بازگشته. کاهش تعهدات ایران و نادیده گرفتن محدودیت‌های برجام بخشی از گام‌های اعتراضی است که ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و خروج این کشور از برجام برداشته. اما قدرت‌های اروپایی می‌گویند که این کار نقض برجام محسوب می‌شود. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. ایران نه تنها کوتاه نمی‌آید، بلکه خود مدعی است. روزانه غنی‌سازی ما بیش از زمانی است که قبل از اینکه برجام امضا بکنیم. حسن روحانی بار دیگر تکرار کرد که ایران دیگر هیچ یک از محدودیت‌های برجام را اجرا نمی‌کند. با این حال یادآوری کرد که پیش از برجام خطر جنگی همه جانبه ایران را تهدید می‌کرد و خاطره‌ای تعریف کرد که تازگی دارد. این تعبیر رئیس جمهور فرانسه است. رئیس جمهور قبلی گفت ما شش کشور قاطعانه تصمیم گرفته بودیم برای حمله نظامی به ایران و مصمم بودیم که در سال 2013 این حمله انجام بگیره. بعد از انتخابات در سال 2013 و شرایط دولت در ایران ما رو دچار تردید کرد و بعد منصرف شد. اگرچه این اظهارات تاکید بر نقش دولت روحانی در شکل گیری برجام است، اما همزمان می تواند یادآوری شرایطی باشد که پیش از برجام وجود داشت و این روزها برخی از جمله اتحادیه اروپا می گویند در تلاش هستند تا آن شرایط تکرار نشود.
در حال حاضر دستگاه دیپلماسی این اتحادیه فعالیت‌هایی را آغاز کرده که بر اساس روایت رسمی آنها هدفش حفظ برجام است. از آن جمله دیدار جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که روز پنجشنبه در هند انجام شد. سه قدرت اروپایی روز سه‌شنبه قدمی برداشتند که ظرف 1 تا 2 ماه می‌تواند به بازگشت تحریم‌های همه‌جانبه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بیانجامد و میخی باشد بر تابوت برجام. اما در واکنش 2 روز اخیر مقام‌های ایرانی نشانه‌ای از عقب‌نشینی نیست. برعکس، ایران می‌گوید که اروپا جلوی قلدری به نام ترامپ جا زده. سازشکاری تایید شد. 3 کشور اروپایی بقایای برجام را فروختند تا از تعرفه‌های ترامپ دوری کنند. این کار فایده ندارد دوستان من. شما فقط اشتهای او را زیاد می‌کنید. قلدر دبیرستانتان یادتان هست؟ اگر می‌خواهید منزلت خود را بفروشید ادامه بدهید، اما دیگر ادعای برتری اخلاقی و قانونی نکنید که دیگر از آن برخوردار نیستید. اشاره آقای ظریف به گزارشی است که روزنامه واشنگتن پست در روز چهارشنبه منتشر کرد. در آن گزارش آمده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 3 قدرت اروپایی را تهدید کرده که اگر مکانیزم حل اختلاف برجام را فعال نکنند، برای خودروهای ساخت اروپا تعرفه 25% تعیین می‌کند. به نوشته واشنگتن پست، سران کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان از این تهدید شوکه شدند و ظرف چند روز ایران را به نقض برجام متهم کردند. آنگرت کرامپ کارنباور، وزیر دفاع آلمان نیست که در سفری در لندن به سر می‌برد، روز پنجشنبه در حاشیه دیدارش با بن والس، وزیر دفاع بریتانیا، وجود چنین تهدیدی را برای کشورهای اروپایی تایید کرد. اما فارغ از انگیزه قدرت‌های اروپایی از تصمیم تازه درباره برجام، وضعیت این توافق در بدترین روزهای ممکن است. بازگرداندن سطح غنی‌سازی به پیش از برجام یا آنطور که حسن روحانی گفته بیشتر از آن روزها، آخرین گام ایران در مسیری است که می‌تواند ابعاد تازه‌ای به تنش ایران و غرب بدهد. تنشی که اروپا می‌گوید به دنبال کاهش آن است. اما ظاهراً سرسختی تهران و واشنگتن در مواضعشان موجب شده تا هر روز وضعیت پیچیده‌تری پیدا کند. کیوان حسینی، بی بی سی. دادگاهی در آمریکا 2 شهروند ایرانی آمریکایی را که پیشتر به جرم جاسوسی برای ایران بازداشت شده بودند به زندان محکوم کرده. احمدرضا محمدی دوستدار و مجید قربانی به زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. این 2 نفر متهم به جمع‌آوری اطلاعات از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند. همکارم سام فرزانه از واشنگتن با ماست. سام، چه اطلاعات بیشتری درباره اتهام‌های این 2 نفر می‌دونیم و این 2 نفر مشخصاً چه کسانی هستند؟ آقای دوستدار 38 ماه زندانی گرفته و بیش از 14,000 دلار هم جریمه نقدی شده. آقای قربانی 30 ماه زندان گرفته. هر 2 نفر این افراد 36 ماه بعد از آزادی تحت نظر پلیس خواهند بود. اینها کسانی هستند که این اتهام بهشون وارد شده بود که در حال جمع‌آوری اطلاعات از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آمریکا بودند و اینطور که گفته شده آقای قربانی مأموریت پیدا کرده بود که به ازای دریافت 2000 دلار به یکی از تجمع‌های مجاهدین خلق بره، سازمان مجاهدین خلق بره، از اونجا از افراد عکاسی بکنه و بعد اطلاعاتی هم در مورد اونها در اختیار فرد دیگر آقای دوستدار بگذاره که بعداً به ایران گفته شده که رفته و این اطلاعات رو به مقام‌های اطلاعاتی ایرانی داده. چیزی که گویا به دنبال اون بودن این بوده که این افراد چه رده‌هایی دارند در سازمان مجاهدین خلق و چه کارهایی انجام میدن، یک چنین اطلاعاتی بوده. اینطور که وزارت دادگستری آمریکا اطلاعیه‌ای داده گفته شده که این در واقع ایرادی که اونها گرفتن از کار این افراد اینه که با این عملیاتی که انجام دادن اونها ممکنه که جان افرادی که در آمریکا شهرونده آمریکایی به حساب میان و همینطور خانواده‌های اونها رو به خطر انداخته باشن، برای اینکه امکان داره که مثلا حکومت ایران بخواد که علیه اونها اقدامی انجام بده. و اینطور که در مدارک دادگاهی اومده
این افراد یکی از در واقع چیزایی که بهش اعتراف کردن هم این بوده که بدون اینکه مثلا به دولت ایالات متحده اطلاع داده باشند، مخصوصا آقای دوستار به عنوان نماینده و یک جور میشه گفت که مأمور دولت ایران در آمریکا فعالیت میکرده که این هم خلاف قانون هست. ممنونم از سام فرزانه، همکارمان از واشنگتن با ما بود و توضیح میداد. دستیار وکیل شخصی دونالد ترامپ گفته رئیس جمهوری آمریکا از تعلیق ارائه کمک‌های مالی به اوکراین مطلع بوده. لف پارناس گفته دونالد ترامپ می‌دانسته که ارائه این کمک‌ها مشروط شده به همکاری کیف برای تحقیق درباره فعالیت‌های فرزند جو بایدن رقیب انتخاباتیش. این اظهارات آقای پارناس به عنوان بخشی از پرونده استیضاح دونالد ترامپ به سنا ارائه شده. در صورت موافقت سنا، دستگاه قضایی آقای ترامپ را به اتهام سوء استفاده از قدرت و ایجاد مانع در اجرای قانون محاکمه خواهد کرد. میخائیل میشوستین با رأی قاطع پارلمان روسیه به مقام نخست وزیری این کشور رسید. آقای میشوستین چهره‌ای تقریبا ناشناس است که با حمایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ریاست اداره فدرال مالیات کشور به دومین جایگاه عالی سیاسی در مسکو صعود کرده. آقای میشوستین بعد از دریافت رأی اعتماد از دوما گفت دولت باید برای بهبود معیشت مردم در واقع تلاش کند. میخائیل میشوستین جانشین دیمیتری مدودف، متحد قدیمی آقای پوتین شده. آقای مدودف و کابینش در پی اعلام طرح ریاست جمهوری برای تغییر در قانون اساسی و برای تسهیل اجرای این طرح استعفا کردند. تورج اتابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام از همین شهر با ما هستند. آقای اتابکی ممنونم که به برنامه ملحق شدید. اگر میشه اول توضیح بدید این تغییراتی که آقای پوتین میخوان بدن و آقای مدودف به خاطرش کنارگیری کردن مشخصا چی هستن؟ در یک کلام بگم که یک مقام تازه ایجاد میشه به نام دبیری شورای امنیت ملی که به نقد آقای پوتین به آقای مدودف اونو واگذار کرده، ولی سرآخر گمان بر اینه که از آن خود آقای پوتین میشه یا بعد از سال 2024 که دوره ریاست جمهوریشون تموم میشه یا پیش از اون اگر که استعفا بخوام بدن. و اگر بخوام نگاه بکنم طرحی شبیه به آنچه که ما در قزاقستان داشتیم، مقامی به نام پدر ملت که نصیب آقای نظربایف شد و آقای نظربایف استعفا داد، آقای قاسم توقایف رو به ریاست جمهوری منتسب کرد، ولی این مقام پدر ملت از آن آقای نظربایف موند. یعنی ما باید امیدوار باشیم که اگر تحولاتی در آینده نباشه باید که منتظر باشیم که این مقام از آن آقای پوتین باشه، یعنی مقامی بیان پدر ملت برای جمهوری فدراتیو روسیه که البته زیر عنوان دبیری شورای امنیت ملی است. بله، شما یه توضیح دادین که ممکنه چه نقشی برای آقای پوتین بشه حد زد، ولی آیا این به معنی اینه که در واقع آقای پوتین میخواد در واقع شغل آینده خودش و اختیاراتش رو بیشتر بکنه؟ تمام شواهد حاکی از اینه که آقای پوتین قرار نداره صحنه سیاست و حتی بعد از پایان دوره ریاست جمهوریش ترک کنه. بنابراین برای استمرار در حقیقت حیات اون حلقه کوچک کرملین آقای پوتین به این طرح تغییرات در قانون اساسی دست زده، مقام در حقیقت ریاست جمهوری رو اختیاراتش رو کم کرده، به اختیارات نخست وزیر افزوده و همینطور پارلمان. اما مهمتر از همه چیز همونطور که اشاره کردم همون در حقیقت ایجاد اون مقام دبیری شورای امنیت ملیه که گمان میره که سرآخر نصیب خود آقای پوتین باشه. ممنونم از شما تورج اتابکی با ما. ممنونم از شما که بیننده این بخش خبری در تلویزیون فارسی بی بی سی بودید. یادآوری میکنم که برنامه بعدی ما حدود نیم ساعت دیگه است و باز هم با شما خواهم بود. ممنونم.